میشنویم. خب بله، من امروز بعد از اینکه چای همایونی رو فوت کردم یه سری هم به قابلمه های همایونی زدم. چه چیز دستگیرتون شد؟ آقا زمانی که داشتم چای همایونی رو فوت میکردم متوجه شدم که هیچ کس به فکر جان و مال رعیت نیست. جان و مال رعیت؟ چطور؟ مگر از آنها خراج و مالیات نمیگیرند؟ چرا، تا بیخش میگیرند. خب دیگر، رعیت باید جان بکند که مالش رو به موقع به ما برساند. الان متوجه شدم. در مطبخ چه خبر بود؟ آه در مطبخ من متوجه شدم که بعضی از غذاها رو مسموم کردن. خب مسموم کردن، من خیلی تعجب کردم دیگه. بله، چه چیز این موضوع تعجب برانگیز بود؟ خب یعنی تعجب برانگیز نیست که این سم چطوری وارد کاخ میشه یا کی میریزه تو غذا، چه کسی قرار این سم رو بخوره و کشته بشه؟ سم به صورت روزانه خریداری میشود. کلیه مقامات هم برای از بین بردن رقبا، دشمنان و همسران همیشه مقداری از آن را همراه دارند. یعنی کلا موضوع حل شده است، پس اگر همایونیتون که میل کنن که سر و ته میشن. پیش مرگان برای همین دست امور در مطبخ گمارده میشوند که غذای سالم و مطبوع بر سر میز آمده و غذای مسموم به طور کامل نابود گردد. پیش مرگ غذا را بچش. گاهی هم سم به طور کامل نابود نمیگردد. الان ایشون که خاکستر شدن که. بله بله،